خب دوستان عزیز سلام میکنم، منم به نوبه خودم خیلی خوشحالم که در کنارتون هستم و میتونم چهارشنبه در جلسه باشم. از من خواستن که امروز مطلبی رو آماده کنم. دو روز پیش خیلی دعا کردم و چیزی که نظرم جذب کرد نسبت به اخبارها و مشاورهایی که با گروه جوانان داشتم، تصمیم گرفتم که درباره موضوعی صحبت کنم فکر کنم برای همه جذاب باشه و لازم باشه. انقلاب جنسی، مشکلات جنسی که از مشکلاتی که ما همیشه درگیرش هستیم و در کتاب مقدس هیچ چیزی به این اندازه خدا رو ناراحت نمی کرد. وقتی یک نگاه خیلی خیلی کوتاه و سطحی به کتاب مقدس میکنیم، میبینیم خدا اون جاهایی واکنششون داده که گناه جنسی صورت گرفته. پس مسئله خیلی مهمه. مهم بودنش به خاطر اینه که ما در کتاب پیدایش در سه داستان جداگونه این مسئله رو میبینیم و شدت خشم خداوند اونجا دیده میشه. پیدایش 6 میبینیم که اگر آیات بخوایم بخونیم، پیدایششو نمیخونیم چون میخوام تمرکزم باشه یه جایی بهتر. بوده 19-18 میریم. اولین بار قبل از که حتی گناه اعلام بشه، این مشکل جنسی در پیدایش 6 وقتی که ایمانداران، حالا میگیم پسران خدا، عاشق پسران دختران دنیوی شدن، حالا تعریف‌ها و تفسیرهای مختلفی داریم، یک پیوندی ایجاد شد که جنسی بود و ملاکش فقط لذت بردن بود، هیچ ملاک دیگه ای نداشت. اوکی؟ و اینجا خدا تصمیم گرفت دنیا رو خراب بکنه. خیلی عجیبه وقتی که دید پسرهای جوان، پسرهای ایماندار عاشق دخترهای بت‌پرست میشن. حالا من به زمینش بعد یه روز دیگه میپردازیم، ولی خود موضوع موضوعی لذت جویی بود و ازدواج نبود و این خدا رو متاسف کرد و حتی خداوند من پشیمان شدم. حالا با زبان انسانی داره با ما صحبت میکنه، چون خداوند در کتاب مقدس و اون زبانی که قابل فهم باشه برای ما صحبت میکنه. و دنیا خراب شد و 8 نفر نجات پیدا کردن و 3 نفر دوباره تولید مثل کردن. و بعد از 300 سال در پیدایش 18، اینجا رو باید بخونیم، در پیدایش 18 آیه 19 تا 20 این دوتا آیه رو میخونیم، فاجعه خیلی خیلی عمیق میشه و اینجا دیگه خدا خودش میگه فرود آمد. خیلی عجیبه. اگر لطف بکنی مهدی جون. بله. زیرا او را برگزیدم تا فرزندان و اهل خانه خیش را پس از خود امر فرمایم تا با به جا آوردن پارسایی و عدالت طریق خداوند را نگاه دارند، تا خداوند آنچه را که به ابراهیم وعده داده بود نصیب او گرداند. آنگاه خداوند فرمود فریاد شکایت بر ضد سدوم و عموره چنان بلند است و گناهانش چنان سنگین است که پایین می روم تا ببینم آیا مطابق فریادی که به من رسیده است به تمامی به عمل آورده اند یا نه. اگر چنین نباشد خواهم دانست. آمین. خب خدا من به صورت فرشته، حالا پسر خدا به صورت فرشته خوش در کتاب مقدس نشون میده، با ابراهیم یک صحبتی میشه و میگه من دارم میرم، چون یک صداهایی شنیدم که یک خطاهای بسیار گران در ترجمه قدیم میگه خیلی سنگینی شنیدم و میرم رسیدگی بکنم این موضوع رو. و بعدها میبینیم که این شهر سدوم و عموره با آتش و گوگرد ویران میشن. یک دو تا شهری بودن بسیار صنعتی، خیلی ثروتمند بودن، صنعت نمکسازی و نمک فروشی خیلی داشتن، شهر ثروتمندی شده بود، ولی خب متاسفانه گناهان جنسی اینقدر شیوع پیدا کرده بود، مرد با مرد، زن با زن، مرد با انسان، با حیوانات، با کودکان، با خودشون، و کاملا شده بود خیلی خیلی دیگه یک فرهنگ روزمره. و اینکه خدا میگه میرم و رسیدگی میکنم. من میخوام این داستان مد نظر داشته باشین چقدر این مسئله مهمه و امروز هم چقدر ما درگیرش هستیم در جامعه امروزی، چقدر ما درگیرش هستیم که باید بهش توجه بشه. ولی بیایم سیستماتیک بریم جلو.
کلن هدف خدا از دادن این غریزه جنسی چی بوده؟ اصلا چرا اینو داد که این بلا سر مادر بیاد؟ میتونست یه طریق دیگه انتخاب بکنه. ولی خب وقتی هدف خدا رو میبینیم در کتاب مقدس، میبینیم سه تا هدف داشته. در پیدایش، بازم میدی باید بخونه، هدف خدا، اولین هدف خدا، پیدایش فصل 1 آیه 27 و 28، آیه 27 و 28 پیدایش باب 1، این اهداف خدا برای بخشش غریزه جنسی. پیدایش 1 آیه 27 و 28: پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، او را به صورت خود، به صورت خدا آفرید، ایشان را مرد و زن آفرید. خدا ایشان را برکت داد و خدا به دیشان فرمود بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و بر آن تسلط یابید، بر ماهیان دریا و بر پرندگان آسمان و بر هر جانوری که بر روی بر زمین حرکت می‌کند فرمان برانید. آمین. به طور خیلی 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 خلاصه و امروزی علمی می‌خوام صحبت کنیم برای تولید نسل. یکی از هدفاش این بود، غریزه جنسی به ما بخشیده شده برای تولید نسل. فقط تولید مثل نیست، توجه کنیم، فقط نیست. یک زن یک ماشین جوجه کشی نیست که مثلا فقط بیاد بچه درست بکنه. یکی از اهداف خدا بود. هدف دومش در پیدایش 2 آیه 23 و 24 میخونه. هدف دومش: آدم گفت این است اکنون استخوانی از استخوانهایم و گوشتی از گوشتم، او زن نامیده شود، زیرا که ما زیرا که از مرد گرفته شد. از همین رو مرد پدر مادر خود را ترک کرده به زن خویش خواهد پیوست و یک تن خواهد شد. آدم و زنش هر دو، آمین آمین، یکی شدن، اتحاد بدنی، اتحاد، نه اینکه انسان نصف و نیمه به دنیا میاد، یک اتحاد جنسی هدف خدا بود که ما از نظر بدنی هم یکی بشیم. یعنی قرار بود آدم که میاد روی زمین یک زنی از استخوان خودش داشته باشه، با هم دیگه یک دونه بشن، یک نفر بشن. یعنی چی؟ یعنی دوتاشون هم فکر باشن. حالا داخل زندگی ما امروز خیلی مشکل پیش میاد، من در انتها میگم، هم فکر باشن، احساساتشون مثل هم باشه. برای همین امروز خیلی کلیساها زحمت میکشن که وقتی کسی زوجی میخواد ازدواج کنه براشون جلسه میذارن 3 ماه 6 ماه 2 سال بستگی داره نسبت به سواد و شرایط شغلی، که رو اینا کار بکنن، اینا چقدر به همدیگه نزدیک میتونن بشن، روی فقط هوس و زیبایی یا شرایط اقتصادی نباشه، چون بعد از مدت اینا جدا میشن. اینه که اینا میخوان یک بدن بشن، تمرکز کلیسا روی اینه، اینا افکار و احساسات و هدفهای زندگیشون برای بچه هاشون، برای آیندهشون، برای خونهشون، برای خدمتشون یکی باشه، چون یک بدن میشن، نمیتونن در 2 جای مختلف با هم دیگه زندگی کنن، اینا مشکل آفرین میشه. اینه که یک اتحاد بدنی، یک دوتا همکارن با هم دیگه در همه زمین ها، هم در خانواده، هم برای کلیسا، هم در اجتماع، در همه زمین ها اینا یک بدن هستن. این هم یکی از اهداف خداست. پس اولیش تولید مثل بود، دومیش یکی باشن، هم فکر باشن. اینجا ما خیلی مشکل داریم تو جامعه ایرانی، چون ما بر اساس سنت و خب پدر مادرها یه تصمیم میگیرن، میگن این دختر خوبی میرن میگیرن و میان، بعدها میبینیم به مشکلات بزرگ میخوریم. هدف سومش، کتاب مقدس خیلی قشنگه، هدف سومش همه دوست دارن. امثال 5 آیه 15 تا 18، 3 تا آیه است، خیلی فکر کنم زیبا باشه. آب را از منبع خودت بنوش، به آب گوارا را از چاه خیشتن، چرا چشمه هایت در کویر جاری شود، در کویها جاری شود و نهرهایت در معابر عمومی. بگذار تنها از آن تو باشند و بیگانگان را در آنها سهیم مساز. سرچشمه‌ات مبارک باد و از همسر روزگار جوانی خیش شادمان باش. آمین. از همسر دوران جوانی خود لذت ببر، با او شاد باش، با او خوش باش. غریزه جنسی
هدیه خداست. اگر به درستی در اون قربانگاه، در اون مذبح ریخته بشه، بسیار پسندیده است. و خیلی از مفسرین میگه یک نوع پرستشه، یک نوع پرستشه. وقتی زن و مرد در آغوش هم با هم دیگه ازدواج میکنن و رابطه جنسی برقرار میکنن، این داریم پرستش میکنیم. هدف خدا اینه که زن و مرد با هم دیگه از زندگی خودشون یک شادی و یک لذتی هم داشته باشن. پس هدف اینه، هدف الهی اینه: یک، تولید مثل، دو، یکی شدن بدن، هر دو یک بشن، هم از نظر فکری، ارادی و احساسی، و سومیش لذت ببرن، یک شادی هم باشه. این هدف خداست. حالا مشکل ما در این دنیا چیه؟ مشکل اینه مشکلی که در این دنیا آفریدیم اینه که در صدوم اموره مشکلی که پیش اومد چی بود؟ تمرکز فقط روی اون قسمت لذت جویی بود که تا به امروز هم کشیده شده. فقط ما تمرکزمون یا انتخاب حتی ماها که حالا قبلا بدون مسیح بودیم، من از جمله خودم، فقط زیبایی بوده و لذت جویی بوده. حالا با هم دیگه کنار میایم و زندگی هم میکنیم و یه بچه هم میاد. یا تولید مثلی که بوده، اون تولید مثلی بوده که فقط برای اینکه نمیدونم یک بچه بفت باشه و یه خانواده تشکیل بگیره. اون اهداف الهی درش اصلا نبود. یکی شدن بدن اصلا در فرمول فکری من لااقل نبود. حالا شما هم خودتون میتونید ارزیابی بکنید. و امروز ما میتونیم با توجه به اهداف خدا داخل زندگیمون یک استفاده درستی از غریزه جنسی بکنیم. وقتی ما به اشتباه فقط یکیشو هدف قرار بدیم، یه دونشو، ما وارد یک انقلاب میشیم، یک انقلاب جنسی علیه خدا. هیچ وقت خدا اینقدر سریع واکنششون نداده. حالا داخل در تاریخ قتل شده، دروغ شده، خیانت شده، خیلی گناهان دیگه اتفاق افتاده، ولی گناه جنسی رو خدا واکنش شدید نشون داده. واکنشش ویرانگره، اصلا نابود میکنه. هیچ چیزی مثل پولس هم در کتاب مقدس اشاره میکنه، میگه همه گناهان و گناه، ولی گناه زنا یا جنسی، گناهی که چون بدن خودت تحریک میکنی کاری رو انجام بدی که به شباهت اون طور که خدا ساخته تو رو نیست. ما یک جور ساخته شدیم به شباهت خدا باشیم و به شباهت خدا روابط جنسی داشته باشیم وقتی که انسان میشیم، ولی اون یک کاری میکنیم که شایسته خداوند نیست. اینه که خدا برآشفته میشه و صدوم و اموره رو خراب میکنه. خیلی جالبه، مسئله هم خیلی جدیه. این اتفاق 4000 سال پیش افتاد. 4000 سال پیش صدوم و اموره ویران و تخریب شد. اونا درس عبرت نگرفته بودن. 300 سال قبلش قوم نوح همه نابود شده بودن، کل زمین نابود شده بودن. یعنی 300 سال از اتفاق میگذشت. یعنی هنوز اونا با نقاشی، اون موقع هنوز زبان و اینا با نقاشی، این که کشتی اومده و چند نفر نجات پیدا کردن و دنیا خراب شده و ما از نسل اونیم، اینا بین خودشون با محاوره با صحبت میفهمن که چه اتفاقی، چون انسان ها رفتن با کسانی ازدواج کردن که بت پرست بودن و خدا دنیا رو خراب کرد و اینا دوباره اومدن دوباره زنا کردن. اصلا خیلی اصلا عجیبه این اتفاق. خیلی فاصله تاریخش خیلی کمه، ولی انسان دوباره اونو انجام میده. ولی خدا رو شکر که خدا دیگه منطقه ای عمل میکنه، چون خدا وعده میده به نو دیگه زمین رو با آب خراب نمیکنم و بعد زنا رو داوری میکنه و صدوم و اموره و بعدها در تاریخ میبینیم همینطور منطقه‌ای میشه تا موقعی که حالا خدا رو در دوران فیض هستیم، دوران فیض مسیح، داوری خدا منتقل شده به زمانهای آخر، حالا گذاشته بخوابونه، حالا خوابوندش، خدا رو شکر. پس مهمه بچه ها ما بدونیم هدف خدا چی بوده و الان راه حلش چیه، چگونه ما میتونیم از وسوسه های جنسی راهی پیدا کنیم. پس یه فرقی هست بین غریزه جنسی و شهوت رانی. غریزه جنسی به خودی خودش خوبه، نشاط‌آوره، برای تولید مثل و یکی شدن با یک نفر دیگه عالیه و ما این هدف خداست، ولی شهوت رانیه که ما باش مشکل داریم. و میخوام اینجا وارد انجیل بشیم، عهد جدید بشیم. باز عهد جدید که وارد میشیم، میخوام به دو دسته تقسیمش کنم قبل از که وارد بشیم. در عهد جدید متوجه باشید
اناجیل متا، مرقس، لوقا و یوحنا تو اعمال رسولان دو، حرفها و گفتمانهایی که رسولان و عیسی مسیح صحبت میکنن هنوز در حول و حوش عهد عتیقه. یعنی اون ور ارزیابی بکنیم تا بعد از روز پنتیکاست اصلا کامل کمپلکت عوض میشه، کمپلکت صحبت ها عوض میشه حتی درباره رابطه های جنسی. برای همین وقتی وارد عصر عهد جدید میشیم، اولین آیه‌ای که بهش برمیخوریم و ما رو یکمی قلقلک میده و خیلی معترض هستم و خودمم خوشم نمیاد اینو بخونم، روز اولی ما خوشم نمیومد، ولی بعد که تحقیقات کردم دیدم چقدر چه منبع خوبیه و چقدر وجدان و غیرت خدا رو نسبت به انسان نشون میده. متی 5 رو میخونیم، خیلی خوششون نمیاد. آیه 27 تا 30 خیلی آیه های خطرناکی، اینا آیاتیه که اسمش گذاشتم آیات ناخوانده، اینا رو کسی داخل فیسبوک شیر نمیکنه. یا آیاتی از بچهای مسیحیان روشون نمیشه اینا رو بگن. این یکی از اوناست. بفرمایید. شنیدید که گفته شده زنا مکن، اما من به شما میگویم هر کی با شهوت به زنی بنگرد همان دم در دل خود با او زنا کرده است. پس اگر چشم راستت تو را میلغزاند آن را بدرار و دور افکن، زیرا تو را بهتر از آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود. و اگر دست راستت تو را میلغزاند آن را قطع کن و دور افکن، زیرا تو را بهتر آن است که عضوی از اعضایت نابود گردد تا آن که تمام بدنت به دوزخ افکنده شود. اگر این آیات رو ما تحت لفظی ترجمه بکنیم، همونطور که کتاب مقدس گفته، خیلی ساده بدون هیچ به صورت حقیقی بتونیم تعریفش بکنیم، همه ما که اینجا نشستیم باید هممون یه دست یا یه چشم نداشته باشیم نشسته باشیم اینجا، واقعا طبق کتاب مقدس زندگی میکنیم دیگه. عیسی مسیح شدت موضوع رو داره بیان میکنه، میگه این موضوعیه که منو خیلی خیلی ناراحت میکنه. در شریعت این بود که اگر عملی انجام بشه گناست. اوکی؟ یه عملی انجام بگیره، زنا، اگر با هم حتما بخوابن اون موقع شاهده هم باشه، اوکی، این زنا حساب میشه. ولی عیسی مسیح میگه نه، اون چه که در نظرت هست، اون چه که در دلت هست، اون شرط معیارو میذاره. یعنی یه کمی فوق شریعته. دوبل میکنه، سنگینتر میکنه شریعت رو. بعد میگن خب مسیحیت همش فیضه. نه، مسیح خیلی خیلی عمیق‌تر و شدیدتر برخورد میکنه در خیلی از موارد. ولی خدا رو شد که فیضش هم بیشتر میشه و بخششش هم بیشتر میشه. عیسی مسیح میگه این مسئله فقط جنسی نیست، بلکه با نیت بد نگاه کردنم خودش یک نوع عمل انجام دادنه. ولی منظورش این نیست که ما دستمون یا چشممون یا پامون نمیدونم بیایم اینا رو قلقم بکنیم که دیگه گناه نکنیم، چون خودش دقیقاً در حالا مرقس 7 و جاهای دیگه و کتاب مقدس در غلاطیان میگه آنچه که در دلت هست هدف قرار میگیره. مسیح میخواست متمرکز کنه ما رو که اونچه که در دل ما هست منشأ بینش خدا نسبت به ماست. خدا نسبت به دلمون واکنششون میده، در دل ما چی میگذره. امکان داره، میخوام بگم که خیلی 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 دقت بکنید، خیلی کسانی که ازدواج کردن با اینکه زن دارن زنا میکنن، چون افکارشون تو یه فکر زن دیگه است. با زن خودشون میخوابن ولی افکارشون شهوترانی با یک فرد دیگه است، یا با یه فیلم پورنو خوشه مثلا نگاه کرده که شهوتش تحریک بشه بره با زن و همجنس خودش که باش ازدواج قانونی کرده اون ارضا بکنه. و عیسی اینجا نگاه میکنه، میگه نگاه کن، اینه که من آفریدم داره با زن قانونیش با یه افکار زناکارانه داره سکس میکنه.
میخوام بگم فقط شامل مجردان نیست که آره برن زنا بکنن، حتی کسانی که ازدواج کردن. حالا یه دوره های کلاسایی داره خیلی گسترده است، من یه دورش دیدم در روسیه، خیلی اونا متمرکز بودن، کلاس میذارن دانشگاهشون و میگفتن حتی چگونه روابطی با زن و شوهر با هم داشته باشن. اینا رو خیلی، حالا ما نمیدونم بخاطر آلمان هم باید باشه، ولی میخوام بگم مختص فقط جوانان نیست. اینه که ما میتونیم این زنا و غریزه جنسی رو یک با بدن خودمون داشته باشیم، یعنی خودمون با خودمون، همون خود ارضایی، یکی با دیگری داشته باشیم که مال ما نیست، حالا زن یا مرد فرق نمیکنه، یکی ممکنه با کسی که قانونا در چارچوب و حوزه اختیاری ماست طبق فرهنگی، ولی بازم زنا محسوب میشه نسبت به خدا. نسبت به خدا در عهد عتیق من نرسیدم بگم اولین باری که این عمل گناه شناخته شد یوسف اینو اعلام کرد. یوسف در پیدایش 39 اعلام کرد وقتی فوتیفار، زن فوتیفار میخواست بخوابه، گفت من نمیتونم این کار کنم چون این گناه نسبت به خدا. نگفت نسبت به فرهنگ یهودی، نگفت نسبت به خودم، نسبت به دیگران، گفت نسبت به خدا من گناه کردم. یعنی اونجا رسما اعلام شد در برای اولین بار. بعد هم در خروج باب 20 خدا گفت زنا مکن و این خیلی ترسناک بود در دین یهودیت. اینقدر ترسناک بود، نمیدونم کیا تئاتر دیدن داخل دو هفته پیش، خدا رو شکر. یه لچک دیدین سر احسان؟ لچک رو دیدین اینجاش؟ اینا اینقدر حساس بودن و علمای یهود اینقدر از این زنا و این گناه وحشت داشتن، یه لشک میگوشن که این کله بیاد پایین به زن نگاه نکنن. یعنی هدفشون این بود. تا امروز هم همینطوره. اینا اینطوری راه میرن که اگه اینطوری کلاهی میفته دیگه، اینا اینطوری راه میرفتن که به زن نگاه نکنن. اینا متاسفانه همین مثل فریسیای اون موقع بود دیگه. اینا همیشه زخمی بودن، میخوردن به در، به دیوار، به درخت، همیشه زخمی بود صورتشون. اینا نمیدیدن جلوشون. فقط میدون خب این وحشت این گناه و انتقام گیری خدا رو حس میکردن. میخوام بگم مسئله خیلی 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 دقیق، خیلی باشون حساس بوده برای کسانی که فریسی بودن. برای همین عیسی وقتی اینو داره میگه برای شاگردان مثل آب خوردن درکش. اونو هم همچین کاری میکردن. اینه که عیسی این آموزه رو به ما داد تا ما دلهای خودمون رو بررسی بکنیم. هدفش اینه. عیسی خیلی حرفا دیگه هم گفت. گفت صلیب خودتون رو بردارید. ما امروز هم باید صلیب خودمون رو برداریم. درسته نمی‌ریم داخل جنگل‌های آلمان که مثلا با درخت یه صلیب درست کنیم بزنیم رو کولمون بریم اشتاد دام مثلا ما رو مسلوب کنن. چه این چیزی که نیست. میگه منظورش اینه که نفس خودمون رو هدف قرار میده. نفس خودمون رو مسلوب کنیم. وقتی میگه دست یا پای خودتون یا چشم خودتون رو قطع بکنین، یعنی اون وسائلی که باعث میشه شما وسوسه وسوسه میشین رو قطع بکنید. حالا میتونه اینترنت باشه، رابطه نامشروع باشه، پارتی باشه، شیشه بار باشه، دوستان و فامیلاتون باشه، افرادی هستن. بعضی وقتا با یه شوخی خیلی راحت شما وسوسه میشین. من خودم در محیط کار هستم در شرکت آمازون، همیشه از این آشغالا روبرو مونم. یعنی همیشه میاد لوازم جنسی که میفروشن، مجله‌هایی که میاد، سی دی ها، نوارا، همینطور میاد به همدیگه لبخند میزنن دیگه عادی شده. میگم اینقدر عادی شده. ولی من هیچ وقت نه شوخیش کردم و نه نگاش کردم. چون خداوندم عیسی مسیح گفته به اون قصد که نگاه میکنی، حالا چه زنده باشه، چه تصویری باشه، چه تلویزیونی باشه، میاد هدف داره میده قلب ما رو. خیلی قشنگ تقریبا عیسی مسیح هم درمان میکنه هم هشدار میده. میگه مسئله بسیار جدیه، مجرد باشه یا متأهل هیچ فرقی نمیکنه، هدف قلب ماست و اینجا ما مشکل داریم. آیه‌ای که خیلی بهمون امید میده و خیلی مشکل رو واضح‌تر میکنه تا اون چیزی که من امروز تفسیر کردم تایید بکنه، اول قرنتیان 6. اول قرنتیان 6 میتونیم اونجا مسیحیان خدا رو شکر پولس خیلی خیلی راحت تر توضیح داده این مشکل رو. آیه 15 رو بی زحمت اگر میتی بخونی و آیه 19 جداگونه که وقتمون بشه. 15 و 19. آیا نمیدانید که بدنهای شما اعضای مسیح است؟ آیا اعضای مسیح را برگرفتم
برگیرم و آنها را اعضای فاحشه ای گردانم؟ حاشا نه. هرگز. هرگز. واو. این آیاتو خواهش میکنم بنویسیم داخل خونهامون بذاریم. تا موقعی که حفظشون بکنیم. اینا یعنی من وقتی این آیه رو چیزی که کمکمون میکنه، اون درمان میکنه، اینجا پولس نیومد حرفای عیسی خداوند رو تکرار بکنه. اومد اونو نسبت به زیبایی مسیح نشون داد. آخه این بدن من که جزوی از اعضای مسیح، اونجا دست و پا بود، اونجا چشم بود، مال خودم بود، اینجا میگه تو مسیحی هستی، تو زیبا آفریده شدی. احسان، محمد، پوریا، اس، شما زیبا، اون زیبایی مسیح آفریده شدیم. چرا این بدن رو میخواییم به کسی دیگه با یه فاحشه ببندونیم؟ من خیلی از دوستان جوان ها میان میگم بابا شما خیال نکنین که هنر کردیم با یه دختر خوابیدین. بعد وقتی بیشور تو خودت هم لخت شدی. میگم تو خودت هم لخت کردی، تو به ارزش خودتو نمیدونی که لخت شدی. بعد به مندارای میگم این راست میگی ها، میگم بابا تو خودت هم داری لخت بیابرون میشی. شما خودتون ارزش بدن خودت، این بدن به این زیبایی خدا تو رو خلق کرده، بری یه کار دیگه تو یه استفاده بدی ازش میکنی. اینه که اگر این آیه رو تو مغز خودمون، تو قلب خودمون باش زندگی بکنیم که این چشم من چشم مسیحه، من با چشم مسیح دارم نگاه میکنم. من بهتون گفتم با زن خودمون هم میتونیم زنا بکنیم، ما با خواهران روحانی خودمون هم میتونیم یک لاس زدنهای، میگم فقط سکس نیست، لاس زدنهای روحانی هم داشته باشیم، شوخی های سکسی داشته باشیم. اینا خیلی بعضی وقتا به اشتباه بچه‌ها میدونن به اشتباه چی کلماتی رو میندازن از دهنشون میاد بیرون، اینا همه آزارهای جنسی از نظر قانونی طبق قوانین آلمان آزار جنسی شمرده میشه. تو یه نگاه سکسی بکنی، یه کلمه سکسی یا یک لمس لمس داشته باشی، این سکسی حساب میشه، آزار جنسیه. حالا در سازمان ملل، من داخل اخبار که خوندم گفتم بیشترین آمار در در سازمان ملله. گفتن چیه؟ گفتم آزارهای جنسی زیاد شده. چرا؟ میگه فقط طرف یه دست زده به یه زنی، یه بغلی کرده، اینا همه آزار جنسی حساب میشه. اینا همون چیزیه که مسیح گفت، نه میان به قلبشون نگاه میکنن، میگه انگیزش و هدف اشخاص چیه. اینه که خیلی مراقب باشیم. مسیح و پولس خدا رو شد به خاطر انجیل، بعد از اعمال رسولان دو این ورمیم خیلی راحت تر میشه و من لذت ببرم. من و شما ارزش خودمون میدونیم که ما بدن مسیح هستیم. گوش من گوش مسیح، هر چیزی رو نمیذارم بره داخلش، هر جوکی رو من بهش نمیخندم، مثلا جوکای سکسی من بهش نمیخندم. من با چشمام مال عیسی مسیح، با این چشما نگاه نمیکنم، با این دستا بلگه رو، کانالی رو، حتی فکرم الان خیلی خیلی سنگین بود، ولی ببینید بچه‌ها چه لذت میبرین وقتی به فکرتون اجازه نمیدین اون تصاویر بیان. چون امروز که من داشتم اینو آماده میکردم تو حدود یک ساعت به طور قطع میشد، وصل میشد، تصاویر میومد تو مغزم، گناهانی که گذشته انجام میدم فراموش کردم و خدا هم بخشیده، دوباره آپدیت میشه. وای ترمز، برو اینجا چی هن؟ من نباید اجازه بدم که این فکرها دوباره تکرار بشه. این مغز، فکر من فکر مسیحه. من طرز تفکرم مثل عیسی مسیحه. نباید دیگه این چیزا قدیمی شده، ما گذشته بود تموم شد، خدا هم بخشید، اینطوری انداخت پشت سرش. چرا من دوباره اون دارم دوباره یادآوری میکنم؟ اینه که خدا رو شکر میکنم به خاطر انجیل عیسی مسیح، به خاطر این حرف زیبا و به خاطر این آیات. و باز آیات کلیدی تر، اون آیه که گفتم بخون، 19 چقدر زیباست. همین امروز حفظش بکنیم، 19 رو بخون. آیا نمیدانید که بدن شما معبد روح القدس است که در شماست و او را از خدا یافته اید و دیگر از آن خود نیستید؟ آمین آمین. ما خیلی آسون میگیم این کلمات رو، ولی وقتی که در برابر وسوسه ها قرار میگیریم یادمون میره. میخوام یه چیز رو بگم، خیلی از ما ها هر کی میگه من نیستم دروغ میگه، از جمله خود من. یه روزی اسیر پورنوگرافی بودیم، ما اصلا بدون که بخوام این تلفن لعنتی من نمیدونم هر کارش کنم نمیره، با کروم هر روز برای من تبلیغ میاد از همین هامبورگ.
با عکس ما همه درگیرش هست. فقط کافی من کاری که میکنم، یعنی اگه یکم مکس بکنم رو عکس رفته، اون سطل آشغالی زیریه میبینم، یعنی دیگه اتوماتیک شده دیگه. بدبختا کسی هم حالا تلفن اینا زده باشه دیگه، نمیدونم، همه رو با هم پاک میکنم دیگه، نمیتونم گلچین بکنم. میخوام بگم هیچ کدوم از ما تو این اتاق که نشستیم حق نداریم بگیم ما دست خودمون نیست، این وسوسه خودشه. باید اصلا من نمیخواستم، یه دفعه نمیدونم چرا این گناه رو کردم. این یک دروغ مزه. حالا ثابت میکنم. ما یک گوشی دستمونه، یک تصویر میاد، حالا تو فیسبوک، تو یوتیوب، یا داخل از کروم، گوگل کروم میاد، درسته؟ این شما تصمیم میگیری، کاملا شما اختیار داری این کار رو انجام ندیم. به صورت مثال، مثلا احسان اینو میبینه، میگم احسان این اومده الان تو رو دعوت میکنه، من با چون رابطه زیاد داریم، میگم احسان من به 10,000 یورو میدم، اینو باز نکن، بنداز تو آشغالی. احسان چی کار میکنه؟ احسان چی کار میکنه؟ یورو میده سه سود. پس ما میخوام بگم کاملا اختیار داریم، اصلا خودتون رو گول نزنیم، اصلا نگیم وسوسه‌مون کار شیطون. شیطون فرام میگه، میگم به من چه؟ حالا تو آتیشم به زودی میاد. میگه من هیچ کاری ندارم، من میخواستم گوش نکنیم. من وسوسه که گناه نیست، میدونستیم که وسوسه گناه نیست، ما انجام دادیم، به من چه؟ عقل داشتی، شبیه خدا آفریده شدی، چرا گوش کردی؟ چرا فشار دادی؟ ما به خاطر پول، حالا اگه بچه‌مون باشه یا خانواده‌مون باشه که دیگه هیچی، اگه بگه یکی بیاد بچه‌مون رو بگیره بگه اگه تو فشار دادی و این پرو من بچه تو میکشم، میگم من غلط کردم عمرم. پس میخوام بگم اختیارشو همه شما دارین. این هیچ وقت خودتون تسلیم و ضعیف ندونین که دست خودم نبود، یه دفعه اومد، یه دفعه باز شد، شیطان بود. بله شیطان بود، شیطان که من نبودم، بابا خودش بود، من نبودم. یه چیزی گفت، ما خودمون تصمیم میگیریم. بچه ها میتونیم، این قدرت و توانایی داده شده. آیه دیگه که میخوام روش تمرکز پیدا بکنیم امروز، آیه آخره. من همیشه تعلیمات و موعظه هم خیلی کمه، ولی سعی میکنم پرمغز باشه. اینو میخوام زیاد دربارش صحبت کنیم. شاید تنها آیه یه که به من خود شخصا به من کمک کرد، خیلی 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 به من کمک کرد. این آیه هم خیلی کم خونده میشه، ولی زندگی جنسی من رو بهش کمک کرد، بهش نظم و انضباط داد، و من لذت بردم از این خلقت جدید که به من بخشیده شده. بازم متا بخش 5، همین الان حفظش بکنیم، آیه طلایی 8. این پین کد باز شدن ما از وسوسه‌های شیطانیه. بله، خوشا به حال پاک دلان، زیرا خدا را خواهند دید. آمین. خوشا به حال ما، خوشا به حال کسانی که دلشون پاکه. وقتی من بهیج میدونم من میخوام با این چشم فیزیکیم که چربی با چربی اندوه شده و رنگی رنگی داره همه چی رو میبینه، دنیا رو داره میبینه، چیز عجیبیه، با این میخوام خدای خودم رو یه روزی ببینم. آمین. چطور اجازه میدم با این چشمم، با این چشمم اجازه بدم که بیام و دل خودم رو ناپاک بکنم؟ این چشم چراغ بدن عیسی مسیح راحت میگه. همه چیز بچه ها از چشم شروع میشه. ما اول میبینیم، یک تصویر میاد، بعد دوباره فکر میکنیم، بعد پا و دستمون میره که انجامش بده، و بعد از این مدتی ما شدیم محتاط به پورنوگرافی، محتاط به مجله، محتاط به رفتن به نمیدونن محلایی که فساد هست، و یا با زن خودمون، یا اینکه حتی با خواهر و برادر و اقوام و آشنان. آمارایی بگید، من نمیخوام بگم آدم روش نمیشه، فاجعه‌ای که در دنیا ما میبینیم هست. و رازش این بود
که خوشا به حال پاک دلان، زیرا خداوند را خواهند دید. این هیچ چیزی لذت بخش‌تر از این نیست. حالا شما شاید بگین خب این آیات ما خوندیم، اینم زیاد تو سنگین نگیر، زیاد جدی نباش، اینا که چیزی نیست. بچه ها هیچ راه دیگه وجود نداره. و اگر ما یکم سبک بگیریم این مسئله که امروز بهتون گفتم، فقط داریم اینجا به شیطان اجازه میدیم که در دست او یه کارهای انجام بدیم، در دست مسیح باشیم، در دست و خودمون داوطلبان این کار رو انجام میدیم. پس یک مژده هم بهتون بدم، بگیم باید تو که در وضعیت ما نیستی، ما تو کمپین، ما دپرس میشیم، اصلا هم نمیخواییم، یه دفعه اصلا از هیچ کاری، یه دفعه ما نگاه میکنیم، یه دفعه از هیچ کاری چون هیچی نداریم این کار رو میکنیم. این هم یک دروغه. اگر ما همونطور که شهادت امروز حمید میداد داره میجنگه، مسیحان دارن میجنگن، حالا هر کی در یه حوزه‌ای داره، حالا یکی با مواد مخدر، یکی با الکل، یکی با سکس، یکی با حسد، یکی با قمار، داریم میجنگیم، اوکی؟ ولی هی میافتیم، هی بلند میشیم، هی میافتیم، هی اعتراف میکنیم و ساخته میشیم. خیلی کم پیش میاد کسی مسیح گناه بکنه و نره بگه. وقتی نره بگی قشنگ دیوها قشنگ رشد میکنن. اگر میخواین دیوها بمیرن در درونمون که حالا افکارمون هست، میگه اینا خطاب مقدس میگه در نور افشا کنید. یک طریقش اعتراف کردنه. ولی چیزی که میخوام بهتون نوید بدم، فیلیپیان 2:13 است. میخوام خیلی 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 امیدوار بشین به کاری که روح خدا در شما از روز اول شروع کرده و هر روز داره ادامه میده. بدی چون بخون. زیرا خداست که با عمل نیرومند خود هر تصمیم و هر قدرت، هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خوشنودش میسازد در شما پدید میآورد. آمین. ما نمیتونیم بگیم وید حرفات قشنگه ولی من میدونی یه مشکلی دارم، کاش که زن میگرفتم، زن هم بگیری شما بازم زنا میکنی. دل خرابه. ما باید ایمان داشته باشیم که من رفتم اعلام کردم عیسی خداوند منه، روح القدس گفته تو گناهکاری و مسیح به خاطر تو مرده، تحمید گرفتم و به کلیسا اعلام کردم به زبان. شاید هم خودتون باور نکنید، من چون همه ما میخواییم واقعا درست زندگی کنیم، با ایمان زندگی کنیم و بخشیده شده باشیم، درسته؟ اینجا این نقطه است که روح القدس در شما همینطور کار میکنه بدون که خودتون بفهمید. یه بار دیگه آیه رو بخون. ببین آیه چقدر قشنگ میگه. زیرا خداست که با عمل نیرومند خود هم تصمیم و هم قدرت انجام آنچه را که خود خوشنودش میسازد در شما پدید میآورد. خدای روح القدس اون چیزی رو که خوش در شما داره کار میکنه. اینطوره که حمید میاد میگه بابا من ناراحتم، آرامش ندارم. حالا هر کی با ادبیات خودش میاد صحبت میکنه. یکی میگه بابا من وید ازدواج کردم ولی لذت نمیبرم، من دوستان بودن. میگم وید ما ازدواج کردیم به پورنگرافی هنو مشکل داریم. میگه وید من ازدواج کردم، من دارم هنو خودزایی میکنم، زن دارم، دل خرابه. اجازه بدیم ما فقط میتونیم همکاری کنیم با این روح خدا که در درون ماست. خداوند داره اون چیزی رو که شما فکر میکنید نداری داره در شما تولید میکنه، ولی ما اینجا گوش میکنیم میگه ولش کن. برای همینه کسانی که تولد تازه دارن بعد از این که گناه جنسی انجام دادن، حالا هر گناهی همینطوره ولی ما زمون رو به جنسیه، 100% پشیمون میشن و شدت زیادی پیدا میکنن به توبه کردن. اگر این حالت رو ندارین تولد تازه ندارین. اگر روح القدس دارین، روح القدس باید مظلوم بشه در درونتون. باید بزنید فعید دوباره جنز زدی خدا، یا چرا؟ این نشون میده که تو زنده ای. دومیش، اگر یه گناهی رو ما داریم همینطور انجام میدیم و بهش عادت کردیم، اینم خطره تقریبا، چون این وجدان متاسفانه که در درون ماست
بعضی وقتا غیر حساس میشه وقتی که زیاد ازش کار میکشیم. اول یکی تو اینه تخم مرغ میدوزه، بعد میشه شطور دوست، مثلا مثل ایرانی دیگه، یواش یواش. اینه که ما پورنوی نگاه میکنیم یا رابطه جنسی رو برقرار میکنیم، یواش یواش بهش عادت اصلا دیگه بی‌حس میشیم، دیگه نیازی به توبه نمیبینیم. هستن خیلی از در جامعه مسیح اصلا همینطور دارن، راحت شدن باش، راحت دارن زندگی میکنن، بهش عادت کردن. آفرین. این بر میگه که این در حد یک اعتقاد بوده فقط، یک اعلام کرده ولی تولد تازه نداشته. یعنی بر میگرده به ایمان اولیه ما. اگر طرف مسیحی باشه حتما در خاک و خاکستر میفته و توبه میکنه، کار روح القدس داره، چون مظلوم میشه. میگه آیا روح القدس چطور شما مظلوم میکنید؟ البته من میدونم که خیلی از مسیحا دارن میجنگن باش، ولی مهمه که باش بجنگیم. یعنی چی؟ میفتیم بلند میشیم، میفتیم بلند میشیم، این میفتن بلند شدن داریم و این رشد میکنیم. شاید کسی بیا توبه کنه 10 بار 20 بار خوبه، 40 بار خوبه، یکی نمیاد توبه کنه 1 سال 2 سال داخل گناه است. این اصلا ملزم نشده به اینکه این گناه است. یا میگه هیچ که نمیفهمه این حزن روح القدس چطور خفه کرده، من نمیدونم، این باید نمیدونم یه جوری یه اتفاق باید بیفته. اصلا امکان پذیر نیست. ما در درونمون یک موجود زنده است، مثل یک زنی که حامله است، یک بچه داخلش داره دست و پا میزنه. چطوری میتونیم ما بی‌تفاوت باشیم؟ همینطور اصلا این تکون نخوره، اصلا هیچ تکونی نداشته باشه، خودش مرده است، حس نمی‌کنه. کسی که روح القدس داره 100% من همیشه دوستان بهم زنگ میزنن، کسانی که کارهای ارزنده و خدمات خیلی زیادی دارن. حتما سعی کنید، حالا دیروز هم در واقع صحبت میکنم، یک دوست امین داشته باشین تو زندگیتون، یک نفر که باش راحتین، بریم بهش بگین، بری راه حل داره، چون امکان داره بی‌تفاوت بشین نسبت به او، بی‌تفاوت بشین. ولی اشک‌ها و دردها همون کار انجام میده. میگم که نمیخوام حالا بپردازیم به اون موضوعی که حالا رو برود چه کار میکنیم، ولی خداوند داره کار میکنه. یکی از کاراش اینه، ما میریم توبه میکنیم، ما مظنون هستیم، ما اعتراف میکنیم، ما میخوایم درست بشیم، با ادبیات مختلف میایم میگیم. بعضا شاید جرئت ندارم ولی میگم من خیلی داغونم، من خیلی گناهکارم. پتروس هم همین بود. خدا من از من دور بشه، بعض من خیلی خرابه، من خیلی گناهکارم. این اعترافه، این زندگی وارد شدن حیات الهی در انسان هاست. حالا که ما زنده ایم و این حیات الهی رو داریم، پس میتونیم از غریزه جنسی لذت ببریم. هدف اولی تولید مثل، دوم یکی شدن. اوکی؟ میگم که این یک نوع پرستشه برای خداوند و خیلی از مفسرین همین رو اعلام کردن. حالا چه اشکالی داره وقتی که ما نگاه میکنیم؟ بعضی وقتا ما وقتی که خداوند رو نداشتیم داخل زندگی میگفتیم بابا یه دختر نگاه میکنه خب خیلی زیباست، این جمال خداوند داره میبینیم، یعنی خودمون رو گول میزنیم. انسان دختر یا پسر فرق میکنه، دختران به پسرای حالا که فیتنس کار میکنن نگاه میکنن، فرقی نمیکنه. وقتی ما به یه دختر با فقط انگیزه شهوتی نگاه میکنیم، داریم به خدا توهین میکنیم. این انسان شبیه خدا آفریده شده برای اهداف خدا، داریم اونو میاریم میکشیمش پایین برای اهداف من لذت ببرم. اینه که دنیای امروز ما خراب شده، این همه پسران و دختران بی سرپرست، این همه طلاق به خاطر چیه؟ خیلی ها که ازدواج کردن فیلم رو دارین هر شب میبینین داخل تلویزیون، همه زن دارن، همه دنبال عشقای تصادفی هستن، عشقای که داخلش ماجراجویی باشه، عشقای که نمیدونم دختره بره یه پرتغال بیفته داخل زمین بره بگیره با هم آشنا بشن و برن. دنیا ما اینقدر خراب شده. این انسانی که شبیه خدا آفریده شده برای کارهای خدا، میکشیمش پایین برای لذت‌جویی من آفریده شده. برای همین بهش میگن طغیان، طغیان جنسی. و الان دنیا داخل یک انقلاب جنسیه بر علیه خدا، هم الان وضعیتی که ما داریم، نمیخوام به ترسیم تو، این یک واقعیتیه.
برای همین من گفتم امروز میتونیم از زاویه‌های مختلف، حالا خیلی گسترده میشه این از به همه نقاطش نگاه بکنیم، ولی میخوام بگم که متاسفانه خودمون گول نزنیم و هیچ وقت هم نگیم اگر ما پیر بشیم، 60 سالمون 70 سالمون بشه، اگر ما زن بگیریم، اگر نمیدونم اگر اینطوری بشه ما دیگه مشکل جنسی نخواهیم داشت. نه، خیلی ها اومدن گفتن با اینکه ما زن گرفتیم، با اینکه همه کار کردیم هنوز مشکل جنسی داریم. رب داره به قلب ما، رب داره به دل ما و خیلی ها اشتباه میکنن. امروز مشکلی که برای برادران کاتولیکمون پیش اومده همینه، مشکل تجرد رو نمیدونم از کجا آوردن. تجرد یه عطیه است، وجود داره ولی یه عطیه است، خودمون نمیتونیم خودمون بهش تجرد ببخشیم. در روسیه هم متأسفانه این مشکل پیش اومده، اینکه خودمون داوطلبانه مجرد بشیم و ریاضت بکشیم و از دنیا خودمون رو دور بکنیم که این مشکل رو انجام بدیم. نه، باتم انجام میدیم. تحقیقات میگه کسانی که پیر میشن 60 تا 70 سال میرن بالا، اینها تخیلات جنسیشون دو برابر زمانیه که جوان بودن و یه چیزایی میخوان که در طبیعت اصلا وجود نداره، یعنی طبیعت میشه جوابگوش باشه. یعنی میخوام بگم ساختار فیزیکی ما اصلا خودمون رو گول نزنیم، نه با ارادت کشیدن، نه با اینکه سنمون به کوله، نه با بیماری، با هیچی. این آتش خونسا نمیشه، فقط با کار هر روزه روح القدس. و با این آیه تموم بکنم و با این آیه تموم بکنم وقتی که محبت خدا، رومیان 5:5، به تمامی در قلب‌های ما، در دل‌های ما ریخته شده است. رومیان 5:5 آدم مهدی میخونه، ببینیم چقدر قشنگ وقتی با ببینیم واقعا خدا عاشق ماست، ما رو دوست داره، بعد کارهایی میکنیم که او دوست داشته باشه. آیه رو بخون بیدیم. و این امید به سرفکندگی ما نمی انجامد، زیرا محبت خدا توسط روح القدس که به ما بخشیده شد در دلهای ما ریخته شده است. آمین. شده است، تموم. هر کسی که اعلام کرده عیسی خداونده و من گناه کنم و اون به خاطر من مرد و بعد از 3 روز ثابت کرد که حیات واقعی وجود داره و حیات جاودان وجود داره، این شخص نسبت به همون کلمه‌ای که گفته مسیح حساب میشه و روح القدس رو داره. حتی همین گفتن، همین اعتراف هم نیاز به روح القدسه و همین هر روزه داره کار میکنه و این محبت رو داره در دل فرزندانش تکرار میکنه. ما فرزندان خداییم، ما به شباهت خدا آفریده شدیم، ما از هر چیزی که روی زمینه به درستی استفاده بکنیم خداوند خیلی خوشنود میشه. اینه که این حق هم من مرد نمیخواد، هم زن مرد میخواد، دو تامون با هم دیگه نیازمندند هر تیفی باشیم. اوکی، اینه هدف خدا، اینه که بیشتر از همه تمرکزم بر اون یکی شدنه که اینجا ما وقت زیادی داشته باشیم. کسانی که مجرد هستن هنوز وقت دارن آماده کنن خودشون، کسانی که متعهد هستن میتونن استارت بزنن شروع بکنن. نمیدونم، کاش که یک کلاسایی داشتیم، یه روزی کلاسایی بیاد آماده سازی باشه، همسران مسیحی هم بتونن همدیگه رو بسازن. خدا رو شکر میگم بازم به خاطر کار پاکسازی هر روزه روح القدس. خیلی خوشحال باشین که خداوند داره همینطور کار میکنه. بهتون 100% میگم چنان لذتی خواهید برد. یک بار فردا امروز با وسوسه اومد طرفتون، بهش بگین نه. یک بار امتحان کنید. من قول میدم چنان لذت عمیقی میبرین که سکس این لذت به شما نمیده، دنیا نمیتونه این لذت به شما بده. یک بار بگین من نمیخوام، به خاطر مسیح من اینو عمدن انجام نمیدم این دفعه. ببینین چه شادی از روح القدس تمام وجود شما رو در بر خواهد گرفت. جلال بر نام عیسی مسیح.